در رابطه با وضعیت سیاسی در واقع کنونی ایران فکر میکنم که در این تردیدی نیستش و همه ی جامعه جنبش بخش جنبش مقاومتش و خود حکومت فکر میکنم همه در واقع متفق هستند و متوجه این هستند که در وضعیتی از وضعیت سیاسی کنونی ایران که حکومت در حال بازسازی خودش است و به نظر من این مهمه که ما بدون تعارف در رابطه باش صحبت کنیم و متوجهش باشیم به ویژه برای در واقع بخش مبارز جامعه ایران بحث در رابطه با اینکه حکومت در حال بازسازی خودش هست مهمه از چیدمان سیاسی که در واقع در حول و حوش مسئله انتخابات به نمایش گذاشتن این مشخصه از نحوه سرکوبی که همچنان ما داریم میبینیم به اشکال مختلف ادامه داره مثل حضب هنرمندان، ناپدید شدنشون، در واقع کشته شدنهای مشکوک ما میتونیم ببینیم که همچنان به نظر میرسه که داره به این فکر میکنه سیستم که آیا برای یک در واقع استقرار طولانی مدت تونسته جنبش رو سرکوب بکنه به قدر کفایت بخش های مهم جنبش که باور من بخش در واقع ملت های تحت ستم بود زنان و هنرمندان و اندیشمندان رو در واقع به قدر کفایت سرکوب کرده یا نه و بعد آرایش سیاسی که در رابطه مسئله انتخابات چیدن هم و ورود به هر حال به نظر میرسه که بخشی از در واقع جناح اصلاحات به نظر میرسه که تمام تلاشش رو داره میکنه که به نحوی خودش رو بازسازی بکنه بعد از آسیب جدی که با بابر من دید بعد از قیام زن زندگی آزادی و در این میان باز هم ما دیدیم که و داریم, میبینیم می بینیم شاهد این هستیم که استراتژی تحریم قوی هم وجود داره با قدرت در واقع به نظر میرسه که صداش بلنده و همچنان استراتژی در واقع اولی هستش انتخاب اولی هستش که گروه های مختلف سیاسی که در فکر سازوکار در واقع شکست دادن دیکتاتوری حال حاضر هستند دارن دست میبرند به این انتخاب چیزی که مهم هست این انتخاب تحریم و در واقع این استراتژی تحریم این بار حتی زحمت زیادی نبرد یعنی خیلی برای اینکه به جریان بیفته خیلی به صورت طبیعی جا افتاده بود انگار که در واقع این چیزی هستش که ما باید انجامش بدیم و ادامش بدیم اما خوب دوباره هم به همین استراتژی هم نگاه بکنیم در واقع اینکه یک بار دیگه ما مرور بکنیم که چرا اساسا الان دیگه ما میتونیم با صدای بلند راجع به این صحبت بکنیم که خلاف موازین اخلاقی انسانی و حقوق بشری هست که در واقع دست بخوایم ببریم برای شرکت در انتخابات این سیستم چرا در واقع این, این مسئله انقدر باید مهم باشه برای ما به دلیل اینکه من فکر میکنم جنبش و مقامت ایران هم باید وارد فاز بازسازی خودش بشه همونطور که ما میبینیم سیستم پیچیده دیکتاتوری داره این کار انجام میده و بنابراین یک بار دیگه باید ما مرور بکنیم که با در واقع بازی انتخابات چطور جنبش دادخواهی میتونه به حاشیه رونده بشه چطور جنبش دادخواهی سرکوب میتونه بشه یکی از مهمترین موتورهای محرک در واقع جنبش ضد دیکتاتوری ایران که جنبش دادخواهی هست با مسئله انتخابات به صورت جدی میتونه نامرئی بشه چطور دوباره رادیکالیزم جنبش علیه سیستم جمهوری اسلامی مقاومت علیه سیستم جمهوری اسلامی یک دفعه کاهش پیدا میکنه با اینکه ما بخوام عادی سازی بکنیم شرکت در این انتخابات رو و در واقع چطور بنابراین ما داریم در این چرخ شرکت میکنیم که فرصت بدیم این سیستم خودش رو بازسازی بکنه و بنابراین اگر ما بخوایم به مسئله استراتژی تحریم که میگم چون خیلی طبیعی اتفاق افتاد شاید از جلوی چشم ما دور بشه بازنگریش و اینکه به چرایاش دوباره روی چرایاش دوباره نور بندازیم و بهش نگاه بکنیم که این استراتژی چطور داره کار میکنه و چرا مهمه و چرا باید تقویت بشه اگر ما به این نگاه نکنیم و در واقع دوباره نقاط مهم این استراتژی رو پررنگ نکنیم ممکنه که این استراتژی در واقع اولا که درست کار نکنه و بعدش هم اون قدرت لازم رو باز نگردونه به جنبش یک چیزی رو آقای نیکفر در صحبتی که داشتن گفتم برای من خیلی به نظرم مهم اومد اون که ما درست استراتژی تحریم وجود داره اما آیا ما باید به این هم نگاه بکنیم که این استراتژی داره به چه بخش هایی از مقاومت پیوند میخوره به چه لایه هایی از جنبش مقاومت پیوند میخوره آیا داره پیوند خوره به جنبش کارگری آیا استراتژی مقاومت به جنبش دادخواهی داره به صورت مشخص پیوند میخوره به در واقع بخش های مختلف به اعتصابات به در واقع فجایعی که این اواخر پیش اومد در رابطه با بازداشتی هایی که آزاد شدن به حکم هایی که هنوز در جریان هست آیا داریم ما متوجه این هستیم که ما از فرصتی که میتونه استراتژی انتخابات برای ما ایجاد بکنه داریم درست استفاده میکنیم خیلی ساده دوباره برای بازسازی کارآمد در واقع خیزش و مقاومت و جنبش و مقاومتی علیه سیستم حال حاضر جمهوری اسلامی سیستم حال حاضر ایران یا نه ما انقدر این مسئله فقط داره به عنوان یک مسئله در واقع طبیعی با یک حجم بار عاطفی زیاد داره در بین جامعه تبلیغ میشه از چشم ما داره دور میمونه این فرصتی رو که خود استراتژی تحریم میتونه در اختیار جنبش بذاره